به نام خدا، در خدمت شما هستیم با یک آموزش تک قسمتی فتوشاپ از وبسایت آموزشی learnfiles.com. در این آموزش قصد آموزش سه تکنیک در فتوشاپ رو به شما عزیزان داریم. من اینجا تکنیک اول رو شروع می کنم که می خواهم یک متن درخشان و زیبا و جالب داشته باشیم. خب اول یک صفحه جدید ایجاد میکنم. حالا اندازش خیلی مهم نیست، حالا میتونید تغییرش هم بدید، بحث به سانتی متر یا پیکسل یا اینچ. خب من بعد سانتی متر به همین شیوه یک صفحه ایجاد میکنم. خب حالا از این ابزار استفاده میکنم تا بتونم یک متن رو به صفحه اضافه کنم. من یک متن رو به صفحه اضافه میکنم. این شکل. خب میتونم در بالا فونتش رو عوض کنم، به این شکل فونتش رو عوض کنم، نوعش رو عوض کنم، هر نوعی که دوست دارم، و اندازش رو میتونم عوض کنم. خب اول یک متن می‌نویسیم به این شکل. خب حالا روی متنمون اینجا کلیک راست میکنیم، در قسمت لایرز کلیک راست میکنیم و این گزینه رو انتخاب میکنیم به این شیوه. خب حالا اینجا حتما باید رنگ سفید اینجا انتخاب شده باشه. رنگ سفید رو اینجا انتخاب بکنید، بعد وارد منوی ادیت بشید، از این گزینه استفاده کنید، یا میتونید با فشاران کلیت های شیفت و F5 این کار رو هم بکنید. خب با این خصوصیات این تغییر رو بر روی تصویرمون اعمال میکنیم به این شیوه. خب حالا وارد قسمت فیلتر میشیم. از این قسمت این فیلتر رو انتخاب میکنیم. حالا من یک میتونید یک عدد در نظر بگیرید، مثلا عدد 2. من عدد خودش رو دستکاری میگیرم. خب روش اوکی کلیک میکنم. همونطور که میبینید یک فیلتر بر روی تصویرمون اعمال شد. خب حالا دوباره وارد قسمت فیلتر میشم. از این قسمت این فیلتر رو انتخاب میکنم. بعد از این وارد قسمت منوی ایمیج این گزینه رو انتخاب میکنم، یا میتونم با فشردن کلیت های شیفت کنترل و ال این کار رو هم انجام بدم. خب بعد از این همونطور که میبینید تصویرمون عوض شد. خب اینجا تصویرم رو میگیرم و یک کپی ازش برمیدارم به این شکل. خب حالا روی دیگه حتما دقت کنید که تصویر کپی انتخاب شده باشه. دوباره وارد فیلتر میشم. در این قسمت این فیلتر رو انتخاب میکنم و گزینه دوم رو انتخاب میکنم. اینجا همونطور که میبینید شکل تصویر عوض شد. دوباره وارد منوی ایمیج میشم و این گزینه رو انتخاب میکنم تا تصویرم رو بچرخونم. خب این کار رو کردم. حالا دوباره روی کنترل آی کلیت های ترکیبی کنترل آی رو فشار میدم به این شکل. دوباره باید بریم سراغ فیلتر ها. خب روی فیلتر کلیک میکنم، از این فیلتر گزینه آخر رو انتخاب میکنم به این شکل باید باشه. فیلتر رو اعمال میکنم، سه بار این فیلتر رو اعمال میکنم، یا میتونم همون کارهایی رو که قبلا کردم دوباره انجام بدم به این شکل، یا میتونم اینجا آخرین فیلتری که اعمال شده میتونیم دوباره اعمال کنم. میتونم از کلیت های ترکیبی کنترل اف هم استفاده کنم. خب سه بار کلیت های ترکیبی کنترل اف رو فشار میدم که این فیلتر رو برام اعمال کنه. دوباره کنترل آی به این شکل. وارد منوی ایمیج میشم،
این گزینه رو دوباره انتخاب میکنم یا میتونم از Shift Control R استفاده کنم. به این شکل همونطور که میبینید سفیدتر شد. حالا دوباره سه بار دیگه همون فیلتر رو اعمال میکنیم. میتونید وارد اینجا بشید همونطور که گفتم اعمال کنید یا نه از کلیت های ترکیبی Control F. دوباره وارد ایمیج هم میشم، این بار به صورت 90% تصویرم رو میچرخونم به این شکل. دوباره وارد قسمت فیلتر میشم، باید این فیلتر رو انتخاب میکنم، این بار به این شکل گزینه اول رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید شکل به یک شکل منطقی در اومد. خب اینجا کپی رو انتخاب میکنم و در اینجا روی این گزینه یعنی اسکرین کلیک میکنم به این شکل. خب حالا یک لایه جدید دیگه اضافه میکنم به این شکل. از این ابزار استفاده میکنم، یک رنگم اینجا انتخاب میکنم، یک رنگی دلخواه، خودش پیشفرض هایی رو داره و من میتونم خودم مثلا رنگ رو انتخاب کنم، هر رنگی که دوست دارم. اینجا به این شکل میتونی نقطه های زیادتری هم اینجا مثلا ایجاد کنیم به این شکل. خب رنگ رو اضافه میکنم. حتما دقت کنید که لایر جدیدتون انتخاب شده باشه، از اول تا آخر میگیرم میکشم بعد رها میکنم. همونطور که میبینید گرادیانتمون اعمال شد. خب دوباره از اینجا کالر رو انتخاب میکنم به این شکل. خب این بار حالا میدونید که خیلی یک تصویر زیبا به دست آمد. حالا من میخوام زیباترش کنم، پس فیلتر وارد این قسمت میشم و از این فیلتر استفاده میکنم به این شکل. باید به همین ترتیب مقدار دهی شده باشه و با مثلا 60 را میتونم تغییرم بدم، ولی 60 عدد خوبی. خب حالا من یک اشتباهی کردم، باید روی تصویر کپی این کار رو میکردم. دوباره همین کار رو انجام میدم. با همون مقدارها همونطور که میبینید یک تصویر بسیار زیبا و جالب رو درست کردیم که میتونید برای هدر وبسایتاتون انتخاب کنید یا درست کنید. خب این از طریقه ساخت این گونه تصاویر. خب حالا میریم سراغ چگونه ساخت متن سه‌بعدی. اجازه بدید من اینو پاک کنم، یه صفحه جدید دیگه اینجا ایجاد میکنم با همون مشخصات، حالا تغییرش هم نمیدم. خب دوباره از این ابزار استفاده میکنم و یک متن به صفحه اضافه میکنم. مثلا دوباره یک متن مینویسم. به این شکل. یک کلمه اضافی نوشتم ببخشید. خب انتخاب میکنم، یکم اندازش رو بزرگ میکنم به این شکل. همونطور که گفتم میتونید اینجا فونتش رو هم عوض کنید، ولی من فونت پیشفرض رو دستکاری نمی کنم، فقط یکم بالش میکنم به این شکل. خب روی لایه رزم کلیک راست میکنم، این گزینه رو انتخاب میکنم، صفحه تنظیمات برام باز میشه، وارد این قسمت میشم، یه رنگ براش انتخاب میکنم مثلا سیاه و قرمز. ببخشید اینجا رنگ قرمز رو انتخاب میکنم به این شکل. خب حالا یک کپی از فایل هم میگیرم از این لایه. برای همین یا میتونم انتخاب کنم و روی این آیکون رها کنم یا نه کنترل و آلت رو بگیرم
همونطور که میبینید اشاره در ماوس عوض شد. روش کلیک کنم و اینجا رهاش کنم. همونطور که میبینید یک کپی برای من ایجاد کرد. خب حالا کپی رو انتخاب میکنم، دوباره همون تنظیمات رو برایش اعمال میکنم، با این تفاوت که جای رنگ ها رو عوض میکنم، این رو به سیاه و این رو به قرمز. خب به این شکل. حالا از این ابزار استفاده میکنم تا بتونم جابجا کنم. خب دقیقا روی متن اولی قرار میدم، دقیقا باید روی متن اولی قرار بگیره. با کنترل و کلید های جهت‌نما خودم دیگه یکم تکونش میدم. همونطور که میبینید به یک رنگ، به یک متن سه‌بعدی تبدیل میشه. خب من اینجا دیگه این لازم، این دیگه خوبه. خب اینجا لایه هام رو انتخاب میکنم و کنترل آی رو فشار میدم، یا میتونم از این منو اینجا این گزینه رو انتخاب کنم تا تمام لایه هام رو به یک لایه تبدیل کنه، لایه های انتخابی رو. اگه این رو انتخاب میکنم تمام لایه ها رو تبدیل میکنه، ولی من میگم خب اینو به یک لایه تبدیل کن. دوباره از این لایه‌ام یک کپی میگیرم به این شکل. لازم بدید. خب یک کپی برام گرفت. خب حالا کپی رو جابجا میکنم. کپی رو انتخاب کردم، وارد ایمیج میشم، این گزینه رو انتخاب میکنم. ببخشید اشتباهی شد. خب ایمیج میتونیم از راه ایمیج این کار رو بکنیم، ولی نه، اول فرم دایم رو انتخاب میکنم، بعد کنترل تی رو فشار میدم. اینجا این گزینه رو انتخاب میکنم به این شکل. خب انتر میزنم، دوباره ابزار رو انتخاب کردم، بهش نزدیک میکنم، نزدیک میکنم به این شکل. حالا میتونم با کنترل و کلیدهای جهت‌نما تغییرش هم بدم. خب حالا این ابزار رو انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، این خصوصیت رو به صفر و اینجا اندازه رو به دلخواه بزرگ و کوچک میکنم. خب اینجا یکم پاک میکنم به این شیوه. خب اینجا شفافیت رو هم یکم پایین میارم به این شیوه. برای شفافیت رو یکم پایین آوردم. حالا میتونم از این ابزارم انتخاب کنم و یک طرح زیبا به مثلا سیاه و سفید کل پروژه اضافه کنم، به کل تصویرم به این شکل. حالا لایه رو انتخاب میکنم و روی اون قرار میدم که نمایش داده بشه به این شکل. همونطور که میبینید یک شکل بسیار زیبا و سه‌بعدی برای خودمون درست کردیم، یک متن سه‌بعدی و زیبا. اینم از درست کردن متن سه‌بعدی در فتوشاپ. حالا میخوام بهتون آموزش بدم که چطور یک انیمیشن خیلی ساده رو درست کنید. برای این کار دیگه من به این احتیاجی ندارم، پاک میکنم، یک تصویر انتخاب میکنم. اینجا فایل، یک تصویر رو به برنامه اضافه میکنم، مثلا یک تصویر ماشین. خب همونطور که میبینید تصویر اضافه شد. بعد روی این منو کلیک میکنم و انیمیشن رو به برنامه اضافه میکنم به این شکل. حالا یک کپی از پروژم میگیرم به این شیوه. خب اینجا باید یک فیلترهای رو روی تصویرم اعمال کنم. خب حالا دایره رو احتیاج نداریم، باید کپی از خودش بگیریم به این شیوه. کپی رو میگیریم، خب وارد فیلتر میشیم، این فیلتر رو اعمال میکنیم برای مثلا این چراغش. حالا خودتون میتونید انیمیشن های بیشتری بسازید، ولی من فقط یک انیمیشن خیلی ساده براتون درست میگم. خب همون کار رو برای
چراغ بعدی هم انجام میدم، طوری انیمیشن رو درست میکنم که ماشین داره چراغ میزنه. خب اینجا یه کپی، اینجا یه کپی از ماشین میگیرم، اینجا میتونم بزنم به 2 ثانیه یا میتونم خودم هم بهش بدم، مثلا 0.3 دهم، اینجا هم به همین شکل خودم بهش میدم. خب فرق اینه داره، یا اول یا دومی رو انتخاب میکنم، چشم کنار شکلش رو برمیارم به این شکل. خب حالا اگه بر اجرا کنم، همونطور که میبینید طوری انیمیشن رو درست کردم که انگار داره ماشین چشمک میزنه یا چراغش رو روشن و خاموش میکنه. برای ذخیره این تصویرم باید از روش عادی استفاده نکنید، مثلا اینجا روی فایل سیو یا سیو اس رو انتخاب کنید، باید روی این گزینه کلیک کنید یا Alt Shift Ctrl S رو فشار بدید. خب اینجا تمام این اطلاعات رو دستگاهی میکنید، فقط این باید روی این گزینه تنظیم بشه و اینجا میتونم سیو رو بزنم، میگه یک مسیر به من بده، یک مسیر بهش میدم و ذخیره میکنم. همونطور که میبینید عکسم ذخیره شد و حالا میبینید که به زیباییم کار میکنه. خب اینم از آموزش فتوشاپ، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و بتونید این رو در پروژه های خودتون استفاده کنید و تا ویدیوهایی که در آینده از سایت لرنفا میبینید، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.